یعنی یه بار نشد ما اومدیم فیلم بگیریم بارون نگیره، بارون شدید گرفته گوشیم بسوزه دیگه کلن چیزه، به خدا زده بود که بارون نمیاد. سلام، ارادت ویدیو امروز یه مقدار متفاوته. اومدم تو شهر اتاوا یکم بچرخم یه سری چیزها رو بهتون نشون بدم، دلیلش هم الان خدمتتون میگم. این هفته دقیقاً یک سال شد که من اومدم اتاوا، اول اومدم تورنتو بعد اومدم اتاوا به عنوان دانشجوی ارشد. قبلش اقامت دائممو گرفته بودم و حالا اومدم تورنتو. اتفاقی که افتاد، داشتم فکر میکردم که تو این یک سال چه چیزایی واقعا برای من تو کانادا تغییر کرده، چیزایی که شاید اولش برام خیلی عجیب بود در مورد کانادا و فرق میکرد با ایران، ولی الان احساس کردم یه سریاش برام عادی شده. به خودم این گوشه برداشتم، به سری از دوستان توی شهرهای مختلف کانادا زنگ زدم و گفتم توی این یه سال اون اول که اومده بودی چه چیزایی براتون عجیب بود، عجیب در این چیزایی که حس کردید و آیا الان تغییر کرده یا نه. یه چند دقیقه هم باشید. اگه اولین بارتون هست که این کانال رو میبینید، لطفاً همین الان اون دکمه سابسکرایب قرمز رو بزنید که خاکستری بشه. یه زنگوله هم هست، اگر اونو بزنید ویدیو جدید که بیاد بهتون اطلاع میده. لایک هم یادتون نره، مجموع این کارا خیلی به من انگیزه میده و باعث دلگرمی میشه. اما حالا چرا اومدم بیرون؟ دلیلش اینه که قریب به اتفاق بچه‌ها جوابی که به من دادن در مورد تفاوت اصلی اقشار مختلف مردم کانادا بود. امروز میخوام در مورد تفاوت‌هایی که توی مردم، رفتار اونا و نحوه زندگیشون با ایران وجود داره صحبت بکنم. ببینید، من توی ایران شاید هیچ وقت این اعتماد به نفس رو نداشتم که بیام توی جای عمومی، مرکز بازار اتاوا، پایتخت کانادا، دوربین دستم بگیرم و برای خودم فیلم ضبط کنم. اما امروز میخوام ببینم اگر این کارو بکنم اصلا کسی به من چیزی میگه؟ اصلا مشکلی برام پیش میاد؟ بعید میدونم تو تهران همچین کاری میکردم. خب ببینید، اولین چیزی که کاملا حس میکنید این که مردم اینجا اصلا باهاتون کاری ندارن، یعنی واقعا هر کسی سرش تو کار خودشه و اصلا براش مهم نیست که شما دارید چی کار میکنید. چرا؟ چون اینجا واقعا همه یه زندگی ریلکسی دارن، خیلی آروم دارن زندگیشون میکنن و اصلا دوست ندارن وقتشون رو تلف کنن که ببینن مثلا شما دارید چی کار میکنید. این خب خیلی برعکس مثلا یه جایی مثل ایران بود که من هر موقع تو خیابون راه میرفتم احساس میکردم که مثلا مردم منو دارن جاج میکنن یا مثلا یه چیزی دارن در مورد ظاهر و تیپ من میگن. اینجا هم دارن یه بازی باحال میکنن. Can I ask what's the name of the game? What's the name of the game? It's called Molki. Molki? Like Finnish bowling. So you have to hit a certain like number? You have to get to 50. Yeah, exactly. Perfect. You guys enjoy. Thank you. و اینکه خیلی وقتا من تو تهران مثلا ممکن بود وقتی میرم بیرون یه حسی داشته باشم که مثلا الان ممکنه در مورد این لباس من مردم چی فکر کنن. اینجا واقعا اصلا براشون مهم نیست و الان اولش که من اومده بودم حتی خود برام مهم بود که چی بپوشم، ولی الان بعد یه سال خودم خیلی ریلکس میبینم که همه ریلکسن، نه دخترا پسرا رو خیلی دید میزنن نه پسرا دخترا رو دید میزنن. یعنی در واقع تا جایی که شما توی حوزه شهروندی خودتون هستید هیچ کسی باهاتون کاری نداره که اصلا چی کار میکنید و اصلا شما هم این حقو ندارید که وارد حوزه دیگران بشید چون شدیداً اعتراض میکنن. خب الانم بذار اینجا هم یه چیزی خدمتتون نشون بدم. اینجا در واقع همین قلعه اتاوا هست. بذار اینجوری نشونتون بدم که ویو خیلی قشنگیه. حالا تازه من پسرم، مثلا یه نمونه ای که تو تهران خودم تجربه میکردم، خب من زیاد میرفتم برای دویدن و همیشه شلوارک میپوشتم، مثلا توی فضای گرم مثلا نمیتونستم چون میرفتم مسافت طولانی میدویدم. یه بار یکی از همسایه‌مون مثلا به مادرم گفته بود که این پسر شماست که شلوارک میپوشه در میاد بیرون. و خب قبول دارم تفاوت‌های فرهنگیه،
و اونم قابل احترامه، ولی خب اینجا بحث آزادیه خیلی بیشتره. مخصوصا وقتی با دوستان خانوم مثلا صحبت میکردم، زنگ زده بودم، اونا این خیلی براشون بیشتر جلوه داشت. نه تنها بحث مثلا حجابه و بحث مثلا این که میتونن هر لباسی که بخوان بپوشن، بلکه این که واقعا مردم جاجشون نمی کنن و به خاطر پوشششون کسی چیزی بهشون نمیگه و خیلی راحت نگران این نیستن که الان توی خیابون دارن راه میرن ممکنه یکی مثلا حالا یه نگاه عجیب غریبی بکنه. حتی اینم بگم، این اصلا به معنی این نیستش که این بهتره یا اون بهتره، من صرفا میگم این تفاوتیه که به چشم میاد. ببین مثلا برای خود من از اون ورش هم هست، یعنی یه چیزی که به نظر خودم نکته منفی بوده اینه که اینجا این ساده بودنه بعضی موقع افراد اصلا به خودشون نمیرسن. یعنی مثلا اینجا خب شنیدید خانوما کمتر آرایش میکنن، کمتر به خودشون میرسن، ولی خب دیگه خیلی بعضی موقع میخوره تو ذوق ما. یا مثلا آقایون اینجا دیگه خیلی ساده، مثلا با یه تیشرت خیلی ساده بعضی موقع اصلا در رو داغون یه دفعه میان بیرون، کلن هم که با سلمونی قهرن دیگه. ایران دیدی دیگه، مثلا بچه ها یه مهمونی میخواستن برن، قبلش میرفتن آرایشگاه و یه حالت بده و اینا. اینجا اصلا این خبرها نیست. به قول یه بنده خدایی میگه از تخت خوابشون که پا میشن همونجوری میان بیرون. اینا تفاوتاییه که مثلا بین رفتار مردم هست. نکته بعدی که قطعاً به نظرتون میاد تنوع مردمه. ببینید شما واقعاً انقدر تنوع به عمرتون ندیدید، از سیاه‌پوست و چینی و هندی و کشورهای مختلف گرفته. و اینکه واقعاً اینجا محجبه هست، حالا پوشش‌های مختلف هست و هیچکس با هیچکس کار نداره. اما مردم کانادا یه نکته‌ای دارن که تو دنیا معروفن، اونم نایس بودنشونه. ببین مردم اینجا با شما برخورد خوبی میکنن در اکثر مواقع، خب همیشه استثنا وجود داره، ولی خب مثلا اگر شما توی خیابون برید سمت یه نفر خیلی منطقی باهاش بخواید صحبت کنید، با شما اصولا برخورد بدی نمیکنن و خیلی مهربون جوابتون رو میدن، کاری داشته باشید بهتون پاسخ میدن. راستش تو خود ایران چند بار شده بود که مثلا خواستم برم سمت کسی صحبت کنم و شاید فقط یه سوال داشتم، در فکر کردم میخوام جیبشو بزنم یا میخوام گوشیشو بقاپم. اینجا این اتفاق خیلی کمتر میفته و مردم خیلی به قولی ریسپانسیو هستن. اینجا هم در واقع ریدو ریور هست. اینجا هم ریدو ریور هستش که یکی از یه به قولی رودخونه ایه که اتاوا و شهر گتینو رو از هم جدا میکنه، که حالا بالاش هم رستوران و اینا هست، خیلی قشنگه. So we also have some guests. So you said you're from DRC, Congo. Congo. Yes. So what was the biggest difference that you felt when you come to Canada? It's so cold here. Yeah, you're the same? Big problem, yeah. The cold? Yeah. So how about you? What was it, the cold in Canada? The it's same so thing. Cold. Oh damn, yeah, the same. I have the same feeling. It's okay. So cold. It's always cold in Canada. Yeah, I know. Thank you guys. Thank you. Thank it you. Was nice meeting you. Have a good day. A nice Bye. Day. Bye. نکته بعدی که تقریبا میتونم بگم همه در موردش اتفاق نظر داشتیم، بحث رعایت قوانین و مقرراته. ببین اینجا روی بحث قوانین و مقررات چه خود قانون و پلیس چه مردم خیلی جدیان و اصلا اجازه نمیدن شما قوانین و مقررات رو نقض کنید. در عین اینکه خیلی مردم نایسن، اگر یه چیزی رو خارج از چارچوب انجام بدید سریع بهتون تذکر میدن. مثلا اون روز من داشتم توی پیاده رو میرفتم با دوچرخه، یه خانم پیری با یه برخورد خیلی خوبی گفت باید توی خیابون بری، نباید تو پیاده رو بیای دوچرخه سوار شی. و یه نکته ای رو خیلی از بچه‌ها به من میگفتن، خیلی جالب بود، این سوال بزرگی که همیشه من یادم ایرانم مطرح میشد که شما پلیس میبینید حس امنیت بهتون دست میده یا حس ترس. من خودم میترسیدم چون راستیتی سری حادثه یه چک محکمم تو تهران از یه پلیس خورده بودم، که حالا من خودم بعدا متوجه شد که سوء تفاهم بوده. ولی اینجا اومده بودم اولش خیلی از پلیسا میترسیدم، ولی الان واقعا یه جوری شده که پلیس میبینم خیلی حس خوبی دارم و واقعا پلیسا هم باهاتون خیلی خوب برخورد میکنن، خیلی مهربونن، باهاتون میگن، میخندن. خیلی من میبینم اصلا پلیس وایساده
داره مرد با مردم بگو بخند میکنه، حتی پلیسای زنشون مثلا با دوچرخه رد میشن و براتون دست تکون میدن. و الان بعد از اون میگم دیگه من از پلیس نمیترسم و واقعا وقتی پلیس میبینم حس امنیت بهم دست میده. ببین تفاوت ها زیاده، خیلی تفاوت هست. این تفاوت مردم و اقشار مختلف شاید میتونم بگم بزرگترین چیزی بود که بچه ها روش تاکید میکردن و حالا شاید تو آینده موارد دیگر رو خدمتتون توضیح بدم. الان روسیتش بارون گرفته، ابری هم هستش. خیلی خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر نکته دیگه ای رو خواستید پوشش بدم قطعا بگید، لایک هم بازم یادتون نره. تا هفته آینده با امید موفقیتتون.